با گرمترین درودها خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سرتاسر جهان. همیهنان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم. این برنامه توسط آقای بهروز مشکینیار هدایت می شود و میهمان برنامه اقتصاددان بزرگ ایرانی آقای دکتر حسن منصور در لندن هستند. آقای دکتر حسن منصور، درود در شما. جناب مهری عزیز، سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون و تمام بینندگان ارجمندمون در ایران و هر جای دیگر جهان که هستن. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. بفرمایید که آقای دکتر، خبرهای اقتصادی نفته به نظر من زیاده. در فاجعه بزرگی که منطقه سرپل ذهاب و کرمانشاه و چند شهر رو شهرک دیگر رو ویران کرد، بسیار دیده شده که ساختمان‌های احداثی مسکن مهر بر سر ساکنانش خراب شده، ولی در کنار آن مثلا ساختمان‌هایی که سال‌ها پیش از انقلاب ساخته شده سالم مانده. نظام اسلامی در ازای هدر دادن صدها هزار میلیارد تومان از منابع ملی چه پاسخی را در این زمینه به ملت ایران بده کنه آقای دکتر؟ بله، در درجه اول جناب مهری عزیز، به ملت عزیز ایران، به رنجیدگان این حادثه با نهایت همدردی عرض تسلیت بکنم و آرزو که این مصیبت براشون هموار بشه، ببیشه با نظامی که عرض کنم از خودش کفایت رسیدگی به این مسائل رو نشون نداده. در نتیجه ملت در عرض کنم انتظار کمک و بدون دریافت اونها باقی مونده. عرض کنم مگه قرار جمهوری اسلامی پاسخی هم به مردم بده؟ تا کنون در کدوم زمینه پاسخ داده که در این زمینه هم پاسخ بده؟ ببینید، پروژه مسکن مهر یکی از نمونه های مشعشع مدیریت جهادی مورد نظر جناب آقای خامنه ای بوده. خاطرمون است که سر هر فرصتی ایشون دولت آقای احمدی نژاد رو ستودند و با گزافه و مبالغه گفتن که شما که 24 ساعت کار میکنید چطور دیگران به گرد پای شما برسند. عرض کنم و مرتب ایشون رو تشویق کردن در این جهاتی که شون کار کردن. حالا این اواخر کلی حرف میزنن که این دولت به اصطلاح پاکدست، دولت آلودهی بوده، دولت فاسدی بوده. من وارد اون قضایا نمیشم. همینقدر که این دولت در حدود 700 تا 800 میلیارد دلار درآمد نفتی رو بدون آنکه برای ملت ایران معلوم بکند که این درآمد کجا رفت، همینطوری صرف کرد و تموم شد. در میان اون قضیه خب داستانهای زیادی نظیر بابک زنجانی ها علم شد ولی پاسخی داده نشد. عرض کنم در مورد مسکن مهر، عرض کنم در مورد مسکن مهر، ایشون واقعا یک شاهکار جهل رو به تماشا گذاشتن. به این معنی که رقم بزرگ 44 تریلیون تومان، 44 هزار میلیارد تومان از پول بانک مرکزی یعنی پول پایه بیرون کشیدند و صرف ساختن به اصطلاح این ساختمان‌ها کردند. توجه می‌فرمایید که بین پول پایه و پول اعتباری تفاوت زیاد است در اقتصاد. یعنی یکی این است که دولت این پول رو از بانک‌ها بگیره، قرض بگیره مثلا. خب در این صورت رقم قرضش همون 44 هزار میلیارد تومنه.
یکی این است که این 44 هزار میلیارد تومان رو به عنوان پول پایه، یعنی پول اسکناس و مسکوک از بانک مرکزی بیرون بکشه. در اون صورت هر یک تومان به ضریبی در معادل در اقتصاد ایران 6 تا 7 ضرب می شود، یعنی در برابر 44 هزار میلیارد تومان ما در حدود 300 هزار میلیارد تومان ایجاد نقدینگی می کنیم. همین بلا بود که اقتصاد پولی ایران رو بر سر اقتصاد ایران، بر سر ملت ایران خراب کرد. در نتیجه در این قضیه چند اندازه فساد ندانم کاری رخ داد، اینها مستنداتش فراوونه، ولی به هر صورت ظاهر قضیه این بود که با این پول آقای احمدی نژاد خواست یک کار مشعشع انجام بده و هزاران خانه بسازه. خانه هایی که ساختن خیلی از اینها رو حتی مردمی که پولی داده بودن قرار بود بهش برن خونه رو تحویل بگیرن نرفتن دوش بشینن، برای اینکه خونه یا راه نداشت یا آب نداشت یا برق نداشت یا هیچ کدوم از اینا رو نداشت و هیچ وسیله زندگی دوروبر اون پدید نیورده بودن. در نتیجه در یه بیهوره‌ای رفتن ساختمانی رو علم کردن که بعد گفتن این ساختمان شماست، مردم هم نرفتن برن بشنن توش. در عکسایی که دیدیم واقعا عکسای شگفت‌انگیزی که مثلا بیمارستانی ساختن، بیمارستان مهر، تمام خراب شده. در کنار اون ساختمانی که سالها پیش از انقلاب ساخته شده اون تکون نخورده. ملاحظه بفرمایید زلزله 7.3 ریشتر زلزله بسیار بزرگی، خرابی زیاد بار میاره، ولی همین زلزله در جاهای دیگر رخ داده تقریبا بدون تلفات. ملاحظه بفرمایید نفس زلزله یه پدیده طبیعی است، بستگی داره به لایه های تکتونیک زمین، حرکاتی که اونا میکنن، قابل سنجش هم هست. ولی اینکه این زلزله حتما تلفات فاجعه باری بار بیاره، این دیگه حتمی و قطعی نیست. این به آن میماند که شما چه اندازه ساختمان های مقاوم درست کردید. در نتیجه با این پولی که در همون دوره به دست دولت ایران رسید، میشد برای چندین میلیون، در حدود 6-7 میلیون خانه درست کرد، خانه ضد زلزله. ولی صحبت این است که شما با این پول چیکار کردید و ثمره این مسکن سازی های شما در این مسکن مهر به کجا رسید. این به نظر من شاهکار نمونه از برخواسته از اگر فساد نباشه، چون هم جهل بود هم فساد. جهل بود بیان که مکانیزم پولی رو فهمیده باشند، این رو به بازی گرفتند و ثروت ملی ایران رو به باد فنا دادند که همیشه مورد تایید آقای خامنه ای بوده است. در نتیجه معلوم نیست امروز پاسخ رو کی باید ادا کنه، این دولتی که هر از گاهی غیر مستقیم ناسزا میخوره، یا اینکه عرض کنم کسانی که هنوز بر مثلا قدرت نشستند برای اون دولت هم مراد بودند، برای همون دولت هم برنامه و دستورالعمل صادر میکردن، اونا چرا خودشون رو موظف نمیدونن که به ملت ایران توضیح بدن که قضیه چه بوده است؟ تشکر میکنم آقای دکتر. آقای دکتر منصور، بازار نفت بار دیگر دچار تب و تاب شده و قیمت هر بشکه از 50 دلار تا 64 دلار نوسان کرده. جلست. چرا چنین است؟ نتیجه عملی این تحول بالا رفتن درآمد دلاری ایران است در حدود روزانه 25 میلیون دلار. این افزایش درآمد به ملت ایران سودی میرساند؟ از کنم جناب مهری، سوال شما در واقع دو قسمت داره. یکی این که در بازار نفت چه اتفاق میفته و دوم پیامد این تحولات چه بوده است. اینا رو جداگانه پاسخ عرض کنم. اول این که ببینید بازار نفت به لحاظ بنیادهای اقتصاد نفتی هیچ تحولی رو نکرده. در نتیجه اون پیشبینه ها و سنجش هایی که انجام دادیم و من در حدود در 5 مقاله اینا رو توضیح دادم، اینا هنوز
به اعتبار خود باقی هستند. یعنی اینکه نوسان قیمت نفت میان 50 و 60 دلار خواهد بود که بیشتر متوجه 50 دلار در بشکه است تا 60 دلار. تا وقتی این شرایط بنیادی اقتصاد عوض بشود. یعنی ببینید اکنون در مقابل در حدود 98 میلیون بشکه نفتی که هر روز مصرف می شود و اوپک در حدود 40 هزار بشکه از این رو از کنم تولید می کند، منابع نفتی فراوانی که کشف شدن دست به استخراجش زدند در آمریکا، در کانادا، نفت شیل، ولی بعد به علت افت قیمت سر چاه ها رو بستند و استخراج نمی کنند. به محض اینکه قیمت یک قدم بالاتر برود و اون چاه ها رو قابل استفاده و سودآور بکند، سر چاه ها رو باز می کنند، دوباره تولید می کنند. در نتیجه قیمت نفت نمی تواند بالای 60 دلار بره. منتها در این شرایط ما شاهد هستیم که قیمت نفت تا 64 دلار همونطور که فرمودید بالا رفت. اینا دلایل اقتصاد نفتی نداره، دلایل ژئوپلیتیک داره. یعنی ببینید ایران و عربستان سعودی دو کشور در حدود 14 میلیون خورده‌ای بشکه نفت در روز تولید میکنند. اگر این کشور میانشون شکراب بشه و این شکراب شدن به گرفتاری ها درگیری ها بیانجامه، در این صورت قطعا قیمت نفت در کوتاه مدت نوسان خواهد کرد و بازار اینها رو در قیمت گذاری خودش مراد میکنه، لحاظ میکنه، منظور میکنه. از این نظر وقتی این گرفتاری های ایران و عربستان سعودی، عرض کنم گرفتاری یمن عربستان سعودی که در واقع به جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی است، پرتاب موشک از یمن به عربستان، داستانهای از کنم کمدی که در مورد نخست وزیر لبنان پیش آمد، اتهامات که ایشون حواله ایران کرد، سخنانی که در آمریکا آقای ترامپ گفت و مطالبی که منابع آمریکا منتشر کردن در مورد همکاری های ایران و القاعده، همه اینها نشان دهنده این بود که ظاهرا برای ایران نقشه هایی کشیده می شود. در نتیجه این بازار رو دچار حراس می کنه و قیمت نفت به لحاظ سیاسی در کوتاه مدت تکان می خوره. این تکان البته اندک آرام گرفته. قیمت نفت امروز از 64 در به حدود 61 افتاده. قیمت نفت برنت و قیمت نفت اوپک در حدود 3 دلار ارزونتر از اون و قیمت نفت غرب تگزاس 3 دلار 4 دلار باز ارزونتر از اون. امروز بازار در این وضعه، ولی بازار هنوز نگران این هست که بین ایران، عربستان سعودی، لبنان و این داستانها سوریه چه اتفاقاتی میفته. هنوز شکل این روشن نشده، به این ترتیب هنوز نگرانی ژئوپلیتیک وجود داره. ولی اگر این مسئله رفع بشود، در اون صورت برخواهیم گشت به تاثیر عوامل اقتصادی و اگر قیمت نفت مثلا از 55 به 60 بالا برود، چندین ده میدان وارد میدان میشوند و نمیگذارن قیمت بالاتر از این بره. در این چیز مسئله رو باید پدیده موقت دید. آقای دکتر منصور، همزمان با تحولات بازار نفت، بازار ارز هم در ایران دچار تلاطم هایی شده و نرخ دلار تا 4160 تومان رسیده. آیا این دو بازار با هم ارتباط دارند؟ با عرض معذرت، قسمت دوم پرسش شما رو پاسخ ندادم. اجازه بفرمایید اون عرض کنم برگردم. خواهش می‌کنم، ببخشید. ببینید نتیجه عملی این قضیه بالا رفتن قیمت. وقتی قیمت در حدود 10 دلار برای هر بشکه بالا میره، ایران در حدود 2.5 هزار بشکه در روز صادرات داره. در نتیجه هر روز در حدود 25 تا 26 میلیون دلار به درآمدش افزوده میشه. ولی خب تجربه نشون داده وقتی پولهای این چنینی وصول می شود، در کجای مملکت ایران مخصوص قضیه. امروز مثلا ببینید کمک رسانی دولت به این زلزله زدگان به صورت فاجعه باری نارساست.
تصاویری که میبینیم، خبرهایی که میشنویم، از کنم از یک سو این مردم مصیبت زده در معرض سرما، بی خوراکی، بی آبی، بی دارویی باقی موندن، از طرف دیگر با مسائل امنیتی نظیر دوز زدگی، یعنی فرصتی پدید آوردن برای مردم گرسنه که هجوم ببرن تا اینها رو بدوزن، اینها رو بچاپن. در چنین شرایطی اونایی که میخوان کمک رسانی کنند، این کمک ها متاسفانه به غارت میره. یعنی جمعی از طلاب، جمعی از سپاه پاسداران جلوی این کمک ها رو میگیرند، اینا رو تحویل میگیرند و اگر به مصیبت زدگان برسانن به نام نامی خودشون تحویل بدن به اونا. یعنی کمک های مردمی هم این چنین به تاراج میره. به این ترتیب همین اندازه درآمد فقط که از رهگذر افزایش درآمد نفتی به دست دولت میرسه، برای ترمیم خسارت های این زلزله و کمک به مردم کفایت خواهد کرد. ولی آیا دولت چنین امکانی رو، اصولا چنین جهتگیری رو داره که از این منابع بزرگ به درد صاحبان این ثروت برسه، یا اینکه این پول ها دوچار همون سرنوشتی می شود که ارقام بزرگ از کنم 100 میلیارد دلاری که دوره آقای اوباما تحویل ایران شد در ایران محسوس نشد کجا رفت؟ همین داستانی که امروز ببینید از رهگذر گروگانگیری در ایران گرفتن این خانم نازنین زاغری، در مذاکراتی که میره دولت انگلستان کمر بسته که رقم 400 میلیون پوند تحویل جمهوری اسلامی بده به صورت غیر مستقیم برای آزاد کردن این خانم. ولی خودشون میگن این دو پدیده با هم ارتباطی ندارند، ولی این بدیهی است که این دو پدیده با هم مربوطن. در نتیجه گروگانگیری به خاطر کسب این درآمدها که در واقع یک کسب و کار بسیار پرسودی است، و آیا از این مبالغ واقعا به درد این مردم، به درد خانه سازی، به درد رفع گرفتاری های مردم مصیبت زده از کنم چیزی خواهد رسید یا نه، مسئله است که اگر به تاریخ نگاه کنیم پاسخ چندان مثبت نیست. عذر میخوام، برگردم به پاسخ سوال بعدی شما. درست میفرمایید. ببینید، بازار نفت با بازار دلار ارتباط داره، به این معنی که وقتی درآمد دلاری یک کشور نظیر ایران افزایش پیدا میکنه، علل اصول باید قیمت ریال در اون کشور تقویت بشه، بالا بره. ولی در ایران چنین نشده، یعنی اینکه از یک سو درآمد نفت بالا رفته، از سوی دیگر دلار تقویت شده و ریال دوباره سرش خورده. خب این پیامدهای زیاد داره، برای اینکه از واردات ایران رو که وارد کننده بزرگی است گرانتر میکنه، روی نرخ تورم اصلا منعکس میشه و در نتیجه دولت که صحبت از به اصطلاح تک نرخی کردن و اداره کردن و مدیریت کردن نرخ از میکرد، در این زمینه ها ازش کار چندانی ساخته نبوده. ولی به هر صورت قیمت دلار همونطور که فرمودید تا 4150 تومن بالا رفته و دولت تا نتواند این رو مدیریت کنه، این طبیعی است که جریانش رو به افزایش خواهد بود. علتش هم این است که ریال در حالت نرمال به اندازه 10 تا 15% تورم داره، در حالی که دلار در حدود 2% تا حداکثر 3% تورم داره. در نتیجه این تفاوت تورم دو پول، پولی که از تورم بالاتری رنجور است، علل اصول باید ارزونتر بشه، ولی اینو به صورت مصنوعی بالا نگه دارن. ولی وقتی نگه میداریم به صورت پله‌ای، هر 6 ماه، هر 1 سال یه افتی انجام میگیره و کمر اون پول دوباره میشکنه. در نتیجه این داستان تکرار شونده ریال است در برابر ارزهای خارجی که سمبول ارزهای خارجی رو دلار میگیره. خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر منصور، تولید روزانه نفت اوپک در ماه گذشته میلادی البته بیش از 150 هزار بشکه کاهش پیدا کرده و به 32,589,000 بشکه در روز رسیده. سازمان کشورهای صادرکننده نفت، یعنی همون
اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود میگوید تولید روزانه نفت ایران نیز بیش از 11,000 بشکه کاهش یافته، اما هنوز بیشتر از سهم مقرر خود تولید نفت دارد. درسته. ببینید اوپک دست به اقدام درستی زده و اون هماهنگ کردن تولید کننده های درون اوپک و بیرون اوپک. در بیرون اوپک تولید کننده های بزرگی نظیر روسیه وجود دارند که در واقع دومین تولید کننده جهانی است. از این موقعیت هم استفاده میکنه، با نیازهای شدید مالی که داره بیشترین رقم رو در حدود 9 تا 10 میلیون بشکه در روز تولید میکنه. تا اینا عرض کنم تولید خودشون رو کنترل نکنند، طبیعی است که نفت سرازیر شده به بازار سبب میشه که قیمت نفت بیشتر افت کنه. در برابر این کشفای جدید منابع و میدانهای نفتی در آمریکا، کانادا و جاهای دیگر و گاز اینا در آلمان، به این ترتیب اینا تقریبا برای نخستین بار بود که در چند ماه گذشته به این نتیجه رسیدند که با هم توافق کنند و مقدار تولید خودشون رو، اوپک و غیر اوپک رو، اندکی پایین بیارن. این در تثبیت قیمت بازار مؤثر بود و در مجموع در شرایط کنونی تولید اوپک در حدود 32.5 میلیون بشکه است. برای آینده، برای چند سال آینده که رشد جهانی انرژی و تقاضا پیش بینی میشه، قیمت نفت اوپک هم از کنم کمیت نفت اوپک هم به بالای 40 میلیون رشد خواهد کرد. ولی در شرایط کنونی و با همین موج وضعیت تولید و با همین قیمت ها، اوپک به این نتیجه رسیده و توانسته که اینا رو اندکی کنترل بکنه و اگر این کنترل از دستشون بره، قیمت نفت بیشتر صعود میکنه. به این ترتیب اقدام مثبتی بود از جانب اوپک. یک نکته رو اضافه کنم به این مسئله. ببینید در شرایطی که قیمت نفت در حدود در 6 7 سال پیش خیلی بالا رفته بود، یعنی تا 140 دلار در بشکه رفته بود، اون روز تمامی کشورهای اوپک ذوق زده بودند و مشغول گرفتن این درآمد و بعد هرز دادن این درآمدهای بزرگ بودند. نمونهش در ایران بود، نمونهش آقای چاوز بود در اونجا و دیگر کشورها، از نه همشون برخیشون. اون روز جای نگرانی بود. من همون زمان در دو مقاله هشدار دادم به اینا که اصلا جای خوشحالی نیست از اینکه قیمت نفت بالای 100 دلار رسیده. این در واقع زنگ سقوط قیمت هاست و کشورهای اوپک باید نگران باشن و برای کنترل قضیه از اهرم های موجودی که در اوپک وجود داره باید استفاده کرد و قیمت رو از کنم پایین آورد. یعنی اون روز اگر اوپک اندکی به تولید خودش میافزود، قیمت ها به شدت میافتاد و اگر میافتاد این کشفیات بزرگ، سرمایه گذاری های بزرگ چند صد میلیارد دلاری در جهان انجام نمی گرفت، در نتیجه میادین نفتی جدید وارد بازار نمی شدن. اتفاقات اون روز افتاد و با غفلت اوپک اتفاق افتاد. ولی بعد از آن اوپک تا حدودی به علت همین نگرانی ها که همه کشوراشون کمبود دارن، از عربستان گرفته تا روسیه و ایران و دیگر کشورها، ناگزیر شدن که اندکی انضباط بر خود تحمیل بکنند. آقای دکتر منصور، افزایش قیمت ارزهای بین المللی در مقابل ریال همچنان ادامه داره. در دقیقاً چرا ریال بار دیگر به سراشیب سقوط افتاده؟ ببینید یک علت بنیادی وجود داره که در دراز مدت عمل میکنه. اون علت بنیادی عبارت است از برابری قدرت خرید پول. یعنی مقدار پول ایران مثلا 3000 تومان همان مقدار کالا و خدمات رو خریداری می کند که 1 دلار آمریکا خریداری می کند.
این رو میگه برابری قدرت خرید. اگر چنین باشه در دراز مدت که معمولا یکی دو ساله 3000 تومان برابر 1 دلار میشه. خب پولی که تورم بالا داره نظیر ریال سالانه بین 10 تا 15% تورم داره، یعنی قدرت خریدش هر سال کمتر میشه. باید هر سال به اندازه ما به تفاوت تورمی که پول ازش رنج میبره از قیمت برابری، از نرخ تسعیرش کاسته بشه. یعنی اگر روزی که دولت آقای روحانی سر کار آمد آن روز 3400 تومان برابر 1 دلار بود، شما هر سال باید حدود 10% 12% از قیمت دلار در برابر ریال به دلار اضافه میکردید، از ریال کم میکردید که این برابری حفظ بشود. ولی چنین نشده، برای اینکه این مدیریتی که برای عرض میکنن به صورت تصنعی یه قیمت تصنعی رو تثبیت میکنند، اونو ثابت نگه میدارن و دولت بانک مرکزی دخالت میکنند. وقتی قیمت بالا پایین برود وارد بازار میشه، دلار میفروشه یا میخره. در به این ترتیب این اداره کردن مصنوعی قدرت خرید پول عملا راه به جایی نمیبره. در دراز مدت باید به اون قدرت خرید پول تطبیق بکنه. امروز در حدود مثلا 4000 تومان برابر 1 دلار عرض کنم، اگر من فکر میکنم این رو در بازار رها بکنم به سادگی به سوی 5000 تومان 1 دلار حرکت میکنه، برای اینکه قدرت خرید پول برابری نمی کند با اون نرخ موجود با قدرت خرید ارزهای خارجی عمدتا دلار. بسیار ممنونم. آقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات از نبود شفافیت به عنوان سیاه‌چاله بودجه ایران یاد کرده و میگوید از هر 100 تومان پول هزینه شده در امور عمرانی 52 تومان به خروجی تبدیل می شود و 48 تومان دیگر حیف و میل می شود. بله بله، بستگی داره که جناب موری واقعا حیف و میل چگونه تعریف کنیم. ببینید ارقام بودجه رو در اختیار داریم. رقم بودجه هر سال به اندازه 10-15% رشد میکنه به علت اینکه تورم در ایران حاکم این قیمت هاست. وقتی شما اینا رو ببینید اونجا مسئله این است که بودجه یعنی اینکه دولت در چه زمینه‌هایی هزینه خواهد کرد، درآمدها را از کجا وصول خواهد کرد. خب محل درآمدهای دولت معلومه، مالیات ها اولین منبع درآمد دولته. این مالیات ها رو مردم کارکن و زحمتکش میپردازند، نه نهادهای بزرگی که بیشترین ثروت مملکت در اختیار دارند، برای اینکه اونا قانونا معافن و به دولت مالیات نمیپردازند. منبع دومش درآمد نفته. بعد این درآمدهای نوع دیگری هم وجود داره، مجموعه درآمدهای دولت. از این منابع هزینه های دولت انجام میگیره. خب دولت هزینه میکند برای آموزش پرورش، برای سیستم بهداشتی، عرض کنم برای دستگاه قضا، برای وزارتخانه های دیگر، عرض کنم و برای تامین امنیت ملی، یعنی هزینه کردن به ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی نظایر اینا. خب اینها رو واقعا ببینید حیف و میل رو زمانی می شود گفت که ما اینا رو بسنجیم ببینیم که اینا واقعا به صورت کارآمدی هزینه می شوند یا نه. قدر مسلم این است که چنین نمی شود، ولی سنجشی هم در ایران وجود نداره که ببینیم چگونه است. مندایی چیزایی خیلی بارزه. شما وقتی بودجه رو مطالعه می فرمایید اونجا می بینید که چندین تریلیون تومان، یعنی چندین هزار میلیارد تومان اختصاص داده می شود. به عنوان نمونه عرض می کنم به تبلیغات اسلامی. خب ببینید کشور جناب مهری کشور اسلامی است،
یعنی ما وزارت ارشاد اسلامی داریم، ما دولت اسلامی داریم، ما ولی فقیه اسلامی داریم. هر چیزی که اونجا هزینه می شود در جهت اسلام عزیز هزینه می شود. این سوال مطرح می شود که ما وقتی وزارت ارشاد داریم با اون بودجه کلان، چطور می شود که در حدود 20 تا 25 نهاد دیگر با عناوین مختلف تبلیغات اسلامی بودجه دریافت می کنند؟ یعنی این سفره، سفره بودجه دولت باز شده، هر کسی به اندازه قدرتی که داره، به بهانه، یکی به بهانه امام علی، یکی به بهانه فاطمه زهرا، یکی به بهانه نهج البلاغه، از این بودجه سهم‌خواهی میکنن و میگیرن. به این ترتیب ارقام بسیار بزرگی اینها رو خود دم دستگاه اینا رو به عنوان تلف شده ها حساب نمیکنن، در حالی که نه فقط تلف شده هستن، بلکه آثار منفی هم به بار میارن. شما یه خدمات مثبت دارید، یه خدمات منفی دارید. شما وقتی امنیت مردم رو حفظ میکنید، یعنی یک دادگستری تمیز و منزه، یه پلیس به در بخل ایجاد میکنید، این ایجاد امنیت میکنید. ولی وقتی گشت‌های مخالفی که بعد مزاحم مردم هستن، اینا رو پدید میارید، اینا خدمات مثبت تولید نمیکنن، بلکه به آزار مردم میپذیرن، ضمن اینکه هزینه میگیرن. به همین ترتیب شما اگر مدرسه بذارید، در اونجا دانش‌های مدرن و سودمند، علوم به بچه‌ها یاد بدید، در اینجا به آموزش و فرهنگ و علم خدمت کردید. اما اگر این همه دکه، این همه منبر، این همه پلتفرم پدید بیارید، در همه اینا خرافه های بسیار بسیار عجیب و از کار افتاده رو از صدها هزار قلقوم بریزید سر مردم، نه فقط این هزینه برمیداره، بلکه مردم رو و ذهن مردم رو کرخ میکنه و اینا رو از راه توسعه باز میداره. در نتیجه بسیاری از خدماتی که به نامهای مختلف عرضه میشود، اینا خدمات مثبتی نیستند، خدمات کرخ کننده ای هستند. در نتیجه اینا رو به راحتی میشود جزو حیف و میلهای زیانمند محسوب کرد. به این ارقام در بودجه دولتی کم نیستند. آقای دکتر منصور، بفرمایید که اقتصاد ایران به چه دلیل متحول نمیشه؟ آقای فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه، این سوال رو در یک مقاله مطرح کردن. شما نظرتون چیه؟ جناب محیبنده، مقدمتاً عرض کنم که یکی از زمینه‌های بسیار دلانگیز و چالش برانگیز دانش اقتصاد زمینه توسعه است. من کشورهایی رو طی سالهای متوالی دنبال کردم، جریان توسعهشون رو، که رمز توسعه اینها رو از نزدیک کشف کنم، بفهمم. یک سری از این کشورها عبارتند از کشورهای اسکاندیناوی، یعنی سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند، نمونه‌های بسیار جالبی هستند. من در حتی در الگوی صادرات واردات اینها درس‌های بسیار مهمی رو دیدم. کشورهای دیگری که از اینا دست گرفتن، نظیر سنگاپور، ژاپن، در این کشورها هر کدام توسعه پدید آوردند و در نتیجه برای ایجاد توسعه یک قانونمندی وجود داره. یعنی صدها کتاب بسیار ارزنده در این زمینه وجود داره، ما نمیتونیم اینها رو دوباره کشف کنیم، اینها وجود دارن. دانشمندان بزرگی، اقتصاددانان بزرگی در این زمینه کار کرده، نتیجه کارشون رو از قلم تنظیم کردن. برای توسعه در درجه نخست جو توسعه مهمترین مسئله است. یعنی شما قبل از آنی که مسائل فنی رو بتونید پیاده کنید، یعنی ارگانیزاسیون تولید رو، مدیریت رو بتونید پیاده کنید، قبل از اون به جو توسعه نیاز دارید.
جو توسعه یعنی فرهنگی که مردم رو به صورت فعال در جهت کشف حقیقت، حقیقت پژوهی بسیج کنه، جوانان رو را بندازه، در نتیجه برای اینا ابزار رو فراهم کنه، مدارس رو تجهیز کنه و اینا رو دنبال توسعه بکشونه. یکی از برجسته‌ترین این نمونه‌ها به نظر بنده که چندین بار از جمله سال گذشته ازش دیدن کردم، کشور سنگاپوره. در این کشور به صورت شگفت‌انگیزی توسعه رو فهمیدند. ببینید، این برای ما بسیار عبرت انگیزه. آقای لی خوان یو، رهبر سالخورده این کشور که چند سال پیش فوت کرد، در موقعیتی قرار داشت که موقعیت او با موقعیت آقای خمینی ما قابل مقایسه است به چند علت. برای اینکه در موقعیتی بود به علت اینکه رهبر آزادی و استقلال مملکت شده بود، هر سخنی میگفت اون میرفت و همه ازش اطاعت میکردن، همون کاری که در سالهای نخست، به ویژه در سال نخست، آقای خمینی در چنین موقعیتی بود. ولی ایشان چه فرمود و ایشان چه فرمودند؟ شما وقتی بیانات لی خوان یو رو ببینید، واقعا دلتون میخواد بشنید و گریه کنید. این مرد هر حرفی که زده نشان از این دارد که توسعه رو میفهمه. مدارسی که ایجاد کرده، امروز در مدرسه اول ابتدایی برای هر کودک یک کامپیوتر میدن، هر کسی کامپیوتر داره. بچه ها میتونن وقتی از کلاس پنجم ششم دبستان میان بیرون، با کار به کامپیوتر معنوسند و مسلطند. دبیرستان رو تمام میکنند، اینها شدن انسانهای علمندیش و با فرهنگ. وقتی به دانشگاه میرن، آنچنان در دانشگاه ها درس می آموزند که تحصیل کرده سنگاپوری بدون امتحان می تواند بیاود در انگلستان، در اروپا استخدامش بکنند. شما این مقایسه بفرمایید با دانشگاه هایی که متاسفانه در ایران به لحاظ حجم بسیار باد کرده، ولی به لحاظ مضمون، بنده در سوئد سالها مشاور ارزیابی مدارک ایران در سوئد بودم. اونی که در عمل دیدم این بود که پزشک ایرانی رو، فارغ التحصیل ایران رو، دندان پزشک ایرانی رو، بیش از سال دوم و سوم ارزیابی نمی کردند. به جز رشته های مهندسی یکی دو دانشگاه، از جمله دانشگاه صنعتی شریف که از قدیم باقی مونده، که دانش آموختگان اونها تقریبا معادل تلقی می شدن، رشته های دیگر تقریبا اعتباری نداشتند. اینا رو شما به دانشگاه های سنگاپور مقایسه بفرمید. در هر رشته ای از سنگاپور دانش آموخته فارغ التحصیل بشود، در همین انگلستان که بنده هستم بدون امتحان پذیرفته میشود، برای کیفیت بسیار بالایی دارن. فقط یکی دو نمونه از کنم، ولی واقعا یه محفل برنامه جداگانه ای باید در مقایسه بین آقای لی خوان یو و آقای خمینی سخن گفت. لی خوان یو، عرض کنم، گفت و این امروز هم اداره می شود، هنوز هم اجرا میشه، هر سنگاپوری باید هر سال دو درخت بکاره. این درخت رو شهرداری، مردم میرن با شهرداری هماهنگ میکنن، میگه نوع درخت این، محل کاشتنتون فلانجا، برین بکارید و شهرداری نظارت میکنه. عرض کنم به لحاظ نظافت، به لحاظ پوشاک، به لحاظ خوراک، تمامی اینها در سنگاپور در جهت توسعه است. در ایران شما رو ببینید که چه اوضاعی را میندازن. به بهانه محرم، سفر، سالی 13 ماه میخوان مردم به سرشون خاک و خاشاک بکنند، کاه به سر خود بریزن، سرشون رو به سنگ بکوبن، در اینکه در اونجا آدم های بسیار متین، علمندیش، در نتیجه اون کشور یکی از کشورهای نمونه است. مقایسه بفرمایید، در همین 40 سال گذشته درآمدشون امروز یکی از پردرآمدترین کشورهای جهان محسوب میشه، به لحاظ فرهنگی یکی از امن‌ترین و محترمترین کشورهای جهان محسوب میشه و پاسپورتش هم در دنیا نمره یک. اخیراً ارزیابی پاسپورت اومد بیرون، ایران از آخر حدود فکر کنم چهارم بود.
در حالی سنگاپور در ردیف اول قرار داره. این است برای توسعه. چرا ایران توسعه پیدا نمی کند؟ مشکل اینه که در درجه اول ما با فرهنگ توسعه کار نمی کنیم. فرهنگ ما فرهنگ یعنی فرهنگ حاکم فرهنگ ضد توسعه است. همین کشور نشون داد که در 10 سال آخر نظام پادشاهی در جهت توسعه عمل کرد، خیلی هم موفق عمل کرد، رشد حدود 10 تا 12% رو نشون داد به دنیا، در حالی که امروز مرتب دچار عرض کنم استگنیشن و رکوده. آقای دکتر، ما 5-6 دقیقه وقت داریم، به این سوال اگر ممکنه پاسخ بفرمایید. درباره جاذبه مقاومت ناپذیر پول دیجیتال یه کلمه هم به کار بردن، من نمیدونم تلفظش چیه. بیت کوین. چی قربان؟ بیت کوین. فارسیش؟ بله. بیت کوین. بیت کوین بله. انگلیسی لفظ. بیت کوین. بله. این ماجراش چیه آقای دکتر؟ اتفاقا من روی این قضیه امروز صحبت میکردم، برای خیلی از دوستانم مثلا به صورت خصوصی زنگ زدم براشون توضیح دادم. ببینید، در حدود 9 سال پیش به نام یه فرد ژاپنی که درست نیست پشت این قضیه یه دستگاه بسیار گسترده تری لابد در سیلیکون ولی کار کرده، از کنم پولی رو ایجاد کردن به نام پول گفتن پوله پولی ایجاد کردن به نام بیت کوین. این وقتی ایجاد شد قیمتش 7/1000 دلار بود، قیمت هر بیت کوین. امروز قیمتش امروز از 7200 دلار برای هر بیت کوین. در همین 7-8 ماه گذشته در حدود قیمت 2 برابر شده، از حدود 3600 دلار به 7200 دلار رسیده. در نتیجه اینا دست به تبلیغات بسیار اگریسیوی زدن و مشتریش هم خیلی زیاد شده، مردم به صورت جنون‌آمیزی دنبالش می‌دوند. مسئله چیست؟ این ابزاری که بدید اومده به نظر بنده، کوتاه کنم قضیه رو، این پول نیست، ارز هم نیست، بلکه سوار یک سیستم پولی جهانی شده. یعنی با وجود دلار و ارزهای دیگر این به صورت پول داره عمل میکنه، در حالی که پول نیست. چرا پول نیست؟ برای اینکه بزرگترین نقش پول عبارت است از ارز کنم انعکاس ارزش کالاها و خدمات. وقتی پولی خودش در عرض 1 سال در عرض 6 ماه قیمت خودش دو برابر میشه، طبیعی است این فونکسیون رو نمیتونه انجام بده. چون این نمونه موفق بوده و ارزش بازاریش امروز بالاتر از 100 میلیارد دلار شده، در نتیجه رقبای بیشتری وارد میدان شدن و بیش از 100 نوع بیت کوین دیگر با نام‌های متفاوت وارد بازار شده. در بوره مکانیزمش عمل کنم، این پول در واقع پولی است نه فقط دیجیتال، چون پولای اعتباری هم دیجیتالن، بانکای مرکزی امروز پول دیجیتال چاپ بیرون میدن، چاپ نمیکنن، به جای چاپ خطوط اعتباری باز میکنن، پولا رو از طریق کامپیوتر به بانکای تجاری منتقل میکنن، یعنی به صورت دیجیت عمل میکنن. بانک ایران، بانک مرکزی ایران هم در برابر این پدیده در واقع غافلگیر شده، پاسخی نداره. برای اینکه حرفایی که زدم حرفای واقعا بی ربطی است و گفتن ما سیاستی فعلا نداریم، 1 سال دیگه سیاست تنظیم میکنیم. و من این عرض کردم امروز در مصاحبم که نیازی نیست واقعا کسانی بدونن چی کار میکنن، نیازی نیست که ما برای درک ماهیت این قضیه 1 سال مجال بخوایم، در عرض 2 روز 3 روز میشود این رو عذر میخوام میشود اینو در کلاسی توضیح داد که مکانیزمش چیست. این مکانیزم قضیه ببینید، با یک الگوریتم ریاضی کامپیوتری مقدار این پول افزایش پیدا می‌کنه. در نتیجه اینطوری است که
تولید کننده پول هر قدر خواست این رو بتونه تولید کنه. این با یک فرمول ریاضی در عمل میکنه، در نتیجه حجم این پول با تولید ملی نمیتواند متناسب باشه، در نتیجه خودش تبدیل شده به یک کالا. کوتاه سخن این که این پول در واقع یک کالاست که قیمتش به علت تقاضا بالا رفته، تضمینی هم نیست که حتما بالا برود و پایین نیاد. در نتیجه تا زمانی که این تقاضا وجود داره و مردم دچار توهم بزرگی هستن، این قیمت میتونه در سطوح بالا باشه، ولی وقتی هم سقوط بکند هیچ چیزی جلوی این رو نخواهد گرفت. در نتیجه عملکرد این پول در واقع مثل عملکرد یک کازینوست. این جان کلامه، ولی من معتقدم که چون مسئله خیلی جدی است و خیلی از مردم به ویژه در ایران دنبالش هستن، خیلی محفل ها پدید اومده، مقاله می نویسن، کلاس می زرن و مردمی میرن که پولاشون اونجا بریزند، برای اینکه دیدن که هیچ چیزی به این اندازه سودآور نبوده، در نتیجه بیان که بشناسن موضوع چیست دنبالش می دوند. و این قضیه فقط باید محتاط بود که فعلا این چنین بوده، ولی تضمینی نیست که همیشه در اون جهت برود. خودش هم این نکته رو باید گفت که ببینید پولها برخی ها دارای ارزش ذاتی هستند، یعنی وقتی پول عبارت از طلا بود، شما طلا رو به صورت سکه، یه سکه اشرفی میتونستید معامله کنید یا اونو ذوبش کنید به صورت طلا بفروشید. همینطور وقتی خرما و مویز به عنوان پول بود، خود این خرما و مویز مصرف داره، در نتیجه اگر به عنوان وسیله مبادله کار نکند، به عنوان خوراک میتونه مورد استفاده قرار بگیره. ولی پول مدنی ارزش ذاتی نداره. پول مدنی یعنی اسکناس. شما یه دلار، صد دلار، هزار دلار، اینا کاغذن. اعتبار اینها از تضمین بانک مرکزی یک دولت مدنی نیرومند برمیخیزه. اینا پول مدرنه، یعنی با مدنیت در ارتباطن. پدیده بانک مرکزی پدیده مدنیته، اونجاست که ارزش پیدا میکنه. ولی بیت کوین پشتش چنین دستگاهی هم وجود نداره، در خودش هم به لحاظ ذاتی دارای ارزشی نیست، یعنی از هم وجود فیزیکی نداره، وجودش فقط در کامپیوتر شماست، به صورت دیجیت در اونجا ظاهر میشه. مکانیزمش هم یک الگوریتم ریاضی است. در نتیجه این وسیله ارزش ذاتی نداره. خیلی ممنون آقای دکتر. وقت ما به پایان رسید. خیلی ازتون تشکر میکنم. تا گفتگوی دیگری. سپاسگزارم قربان. و با تشکر از کارگردان برنامه و همچنین همیهنانی که به این برنامه ها توجه میفرمایند. شب و روزتون خوش.